اومدیم و تنظیمات چاپ رو با هم دیگه بررسی کردیم، اومدیم تنظیمات صفحه مارجین و هدر فوتر رو بررسی کردیم، رسیدیم به به تنظیمات شیت یا صفحه همون. توی تنظیمات شیت یا صفحه یه اصلا میشه در واقع پرینت اریا یا منطقه پرینتمون رو مشخص کنیم. حالا برای اینکه من اینا رو فعال بشم، میام و از اینجا پیج ستاپ رو میارم که این گزینه فعال باشه. پرینت اریا یا منطقه پرینت رو میتونم مشخص کنم، مثلا میتونم بگم این قسمت فقط پرینت گرفته بشه. اگه من اوکی بکنم و بیام توی قسمت پرینت، میبینید که فقط همون قسمتی که یک صفحه یک از یک، فقط همون قسمتی که انتخاب کرده بودم پرینت گرفته شد، با اینکه من این همه رکورد دارم. پس قسمت پرینت اریا که میتونستیم قسمتی رو مشخص کنیم که فقط این قسمت پرینت گرفته بشه. از قسمت رو تو ریپیت ات تاپ و کالم تو ریپیت ات لفت که خیلی خیلی گزینه های مفید و مهمی میتونن باشن، کمتر به ندرت دیدم کسی استفاده بکنه، ولی بسیار گزینه های مفیدی هم. این ها میان و یک ستون یا یک ردیف رو در تمام صفحه ها تکرار میکنم. به چه شکل؟ مثلا الان من اگه همینجوری بیام و پرینت رو بزنم، صفحه اولم به این شکل، ردیف نام محصول و فلان، صفحه دوم دیگه فقط محصول هستن و اون سربرگای من نیستن. و اگه من بخوام اون سربرگا رو داشته باشم، یا باید بیام توی تمام صفحاتم مثلا حساب بکنم، اینم مثلا ردیف 70 میفته مثلا اولی، بیام روی ردیف 70 یه بار این رو کپی بکنم، که این خیلی کار بدیه. اگه من یه ذره بعدم اینا رو مثلا بزرگ کوچیک بکنم، دوباره مثلا اون 70 ممکنه بشه 60، بعد دوباره باید این ستون رو کپی بکنم و حالا این اطلاعات من ممکنه خیلی باشن، اصلا کار منطقی نیست. روش درست اینه، بیایم این قسمت توی قسمت شیت و رو ریپیت ات تاپ رو انتخاب بکنیم و اینو من این ردیف رو انتخاب کنیم، روی سه قرار میگیرم، کلیک میکنم، کل ردیف انتخاب میشه و اینو اوکی میکنم. الان اگه من بیام داخل پرینت، اینو که صفحه اول اینو دارم، صفحه دومم که میرم این یه ردیف رو برای من میذاره، صفحه 3 4 همه صفحات من، میبینید این در واقع ردیفی که گفتم تکرار بشه رو داره. حالا میتونست ممکن بود یه ستونی هم شما بگید، در واقع اگه صفحاتتون تکرار میشن ممکن بود بگید، مثلا بذارید من این رو هم براتون انجام بدم ببینید. من این رو میارم و میگم روی نو اسکیلینگ بشه. نو اسکیلینگ که بشه، من چند تا از ستونام رو اینجا میبینم، چند تا دیگر رو اون طرف میبینم. مثلا اگه من برم صفحه سی، میبینید فقط جمع فروش و سود، اصلا معلوم نیست مال کیه. میام و توی همین تنظیمات از این قسمت و میگم مثلا این دوتا ستون رو هم، حالتا چون من اینجا یه مشکلی هست، چون من این در واقع ستونم مرج هست، وقتی من میخوام انتخاب بکنم این اذیت میکنه و نمیذاره، من این رو از مرجی فعلا خارج میکنم. روش های دیگه هم وجود داره برای اینکه اونا بخواییم وسط قرار بدیم و دوباره میام همینجا، ببخشید، توی پیج لایوت اینجا و دو تا ستون اول رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. الان اگه من برم توی پرینت، حالا صفحه اول هم که اینجوریه، اگه دوباره برم به همون صفحه سی، میبینید که ردیف و نام محصول هم هست و اون دوتا دیگر هم داریم، حتی اون ردیفی هم که گفته بودیم که در بالای همه تکرار بشه هم داره به خوبی کارش انجام میده و تکرار میشه. پس میتونیم بیایم اینجا و یک ردیف و ستون رو بگیم که در اول هر برگ تکرار بشه. گریدلاین و میاد این خطوط راهنما رو هم توی چاپ برای من میندازه. من دوباره بیام توی پرینت، میبینید این خطوطی که هیچ وقت نبودن سفید بودن، اگه بیام شاید صفحه مثلا سی بهتر معلوم باشم، چون که اون ماهی جز مهدوی چاپ من نیست دیگه نشونشون نمیده. این خطوط حالا گریدلاین یا خطوط راهنما که من گفته بودم تو پرینت نمیفتن، الان تو پرینت میفتن و به خاطر این گزینه است که من تیکشو الان زده بودم. گزینه بلک اند وایت میاد و سیاه سفید برای ما پرینت میگیره.
یعنی رنگ رو کاملا حذف کرد، کلا پرینت من سیاه‌سفید شد، حتی اون عکسه. گزینه بعدی که وجود داره درافت کوالیتی که میاد و کیفیت رو یه مقدار کاهش میده برای سبک شدن فایل. گزینه رو ان کالم هدینگ میاد و میگه که اون در واقع این ای بی سی دی اینا هم داخل چاپ بیفتن. اینها رو پرینت میزنم و میبینید که این ای بی سی دی و این یک تا فلان رو هم داخل چاپ برای همه صفحات میندازه. این برای این به درد بخوره که موقعی که شما مثلا ممکن بخواید یه قسمت آموزشی داشته باشید و حالا بخواید مثلا فرمولا قشنگ مشخص بشه، وقتی که مثلا تو فرمول نوشید H1 قشنگ مثلا مشخص بشه H1 این خونه میشه، این خیلی میتونه کمکتون بکنه. کامنت که میتونیم بگیم کامنت ها رو برای ما چاپ کنید، که من هنوز قسمت کامنت ها رو براتون توضیح ندادم. تو قسمت ریویو بعد اینکه کامنت ها رو توضیح دادم شما میتونید بگید این کامنت ها داخل چاپ بیفتن یا نیفتن. از اینجا میتونید بگید که در انتهای شیت یا در انتهای از اسپید آن شیت و روی شیت قرار بدیم و نشون داده بشه. همینجا که کامنت هست همینجا برای من نشونش بده، یا یعنی اینکه اصلا نشونش نده، نون یعنی نشونش نده، و اینکه ارور ها رو نشون بده یا نده. بلانک بزنم به جای ارور های یه سلول خالی نشون میده. و گزینه که خیلی مهمه باز گزینه پیج اوردر هست. اگه که من الان دقت کرده باشید الان که من میخوام پرینت بگیرم، چون که اول من یه نکته رو بگم، توی ناحیه های پرینت ببینید یه سری نقطه چین میبینید اینجا، درسته؟ اینها نواحی پرینت من هست، یعنی این الان برای من یک صفحه است، این برای من یک صفحه است، این نقطه چین ها مرز صفحه، این برای من یک صفحه است و همین شکل. ببینید این نقطه چین ها رو اگه دقت کنید، این همه مرز صفحه هن. الان اینجا که میخواد بیاد پرینت بگیره برای من میاد این صفحه رو پرینت میگیره، بعدش میاد این صفحه رو پرینت میگیره، بعدش میاد این صفحه رو پرینت میگیره، به همین شکل. اگه من بخوام بیاد این صفحه رو پرینت بگیره و بعدش بیاد این صفحه رو پرینت بگیره و بعدش بره صفحه پایینی، یعنی به این شکل پرینت بگیره، بعد بیام اینجا و گزینه اووردن داون رو بزنم، یعنی به این شکل میگه. اما اگه این گزینه رو بذارم به صورت دیفالت، اول گزینه‌های اول در واقع صفحات سمت راست، بعدش سمت چپ و همینجور میاد جلو و همه رو برای من پرینت میگیره. پس این هم این تنظیمات صفحه بود که اینم گزینه خیلی مهمیه. گزینه پرینت پریویو که ما رو دوباره میاره تو همین صفحه که میتونیم پیشنمایشی از چاپ رو ببینیم و حالا تنظیمات بیشتری رو انجام بدیم. گزینه دیگه ای که مونده باشه توی این صفحه بخوام بگم از قسمت پیج ستاپ، گزینه مارجین ها رو توضیح دادیم و کاستوم مارجین رو گفتیم، پیج اورینتیشن رو گفتیم که صفحه افقی یا عمودی باشه، من افقی میکنم، اینید نقطه چین ها هم اینجا برای من افقی شد. سایز رو گفتیم که میتونید تنظیم کنید چه سایزی باشه صفحه، من این رو روی آچار میذارم و میتونم سایزهای بیشتری رو هم اینجا داشته باشم که اینجا توضیحش داده بودیم. پرینت اریا رو یه توضیح دادیم، از این قسمت بیشتر قابل دسترسه. شما اینجا میتونید یک قسمت‌های خاصی رو برای پرینت مشخص کنید، مثلا بگم این ناحیه پرینت گرفته بشه ست پرینت اریا، و مثلا تا گزینه مثلا 10 کامنت انتخاب کرده بودم و از گزینه 19 مثلا تا 25 هم باشه، اینجا میتونم بیام اد بگوز تو پرینت اریا بزنم به ناحیه قبلی اضافه میشه، یا ست بزنم ناحیه قبلی رو بیخیال میشه و این ناحیه رو به عنوان ناحیه پرینت انتخاب میکنه. من اد رو میزنم و وقتی که توی پرینت بیام میبینید که حالا بذارید من صفحه رو هم روی حالت عمودی قرار بدم، میبینید این چند تای اول رو برای من زده و حالا چون که ردیفی هست و ناحیه بعدی که از 19 به بعده رو هم برای من زده.
من این رو هم فیت میزنم که بهتر مشخص باشه. بینید این ناحیه اولیه که انتخاب کرده بودم، این هم ناحیه دومی که انتخاب کردم. اگه به همیشه 10 ناحیه رو انتخاب بکنید، هر 10 ناحیه رو همینجوری توی صفحات جداگونه براتون پرینت میگیره. اگر هم میخواید پاک بکنید محل ناحیه پرینت رو، کلیر میزنید و دوباره وقتی پرینت رو بزنید همه صفحات رو برای شما میاره برای پرینت. گزینه دیگه گزینه بریکه که میتونید بگید که مثلا از گزینه 10 به بعد اصلا برای من، مثلا گزینه 9 به بعد برای من ببر تو صفحه بعدی. اینجا میام و insert page بریک رو میزنم. میبینی یک خط سیاه رنگ تری، میبینی یک خط، یه مقدار این خط پر رنگ تره. این معنای پیج بریکه. الان من اگه بیام توی پرینت، با اینکه بقیه صفحه هم جا داشت، ولی از آیتم 9 به بعد زوم کنم، از آیتم 9 به بعد رو برد داخل صفحه بعدی. از صفحات بعدی دیگه همینجور پشت سر هم گذاشت. اگه مثلا باز هم اینجا یه دو پنج بریک اضافه بکنم، از اینجا به بعد رو هم توی صفحه بعدی نشون میده. پس گزینه پیج بریک هم برای اینه. میتونیم پیج بریک رو حذف بکنید. من اینجا پیج بریک رو حذف میکنم. البته حالا حذف شد. از همونجایی که انتخاب 10 رو انتخاب کردم که برای از 10 به بعد پیج بریک زدم و همونجا باید ریموو بکنم. ریموو آل پیج بریک هم همه رو حذف میکنه. تو من اینجا پیج بریک میزنم، این سیاهه، ریموو آل میزنم و این حذف میشه. پس این هم گزینه پیج بریک بود که باز هم گزینه میتونه خیلی کاربردی باشه برات. گزینه بک گراند میاد و یه دونه عکس برای کل شیتمون انتخاب میکنه. من این رو انتخاب میکنم، ببینید برای کل شیت من، مزوم برگردونم عقب، ببینید برای کل شیت من این عکس رو به عنوان بک گراند انتخاب کرده. البته توی پرینت این بر عکس نمیفته، ببینید خبری از اون عکس داخل پرینت نیست. حتی میشه گفت که توی عکس توی پرینت بیفته، که حالا بعدم توی گزینه‌های آپشنز براتون میگم از کجاست. پس میتونیم یه دونه عکس رو هم از اینجا برای بک‌گراند انتخاب کنیم و گزینه رو زدم دلیت شد. ببینید یه بار دیگه میزنمش، دلیت بک‌گراند دیگه بزنم پاکش میکنم. پرینت تایلز هم که همین قسمتی بود که براتون توضیح دادم که به چه شکل پرینت بگیره. پس این هم از گزینه های پرینت بود که کامل با هم دیگه صحبت کردیم و مشخص شد. این هم همون گزینه اسکیل هست که از این قسمت در دسترس بود. این گزینه اسکیل که میگه که آقا ویت در واقع ستون های من داخل مثلا چند صفحه بیفته، میزنم داخل 3 صفحه بیفته. حتی الان فکرم اندازشون به قدری نیست که بخواد تو 3 صفحه بندازتشون، ولی ببینم تعداد قیمت خوب ولی داره پرینت میگیره. من این رو دوباره بزنم روی حالت به این شکل که بتونیم تنظیمات رو ببینیم. صفحه اول، صفحه دوم. ببینید اونقدر عرضا زیاد نبود که به 3 صفحه اصلا بخواد بکشه، توی 2 صفحه عرض خلاصه شد. ولی اگه اینجا بزنم روی 1، اون موقع میبینید که همش رو داخل یه صفحه برای من خلاصه کرد. پس و اینجا میتونید هیتش رو تنظیم کنید که هیتش تو چند صفحه باشه. اگه یک رو بزنم کلش رو توی یه صفحه جا میده. حتی نمیتونه چون حداقل درصد اسکیلش 10% و دیگه وقتی گزینه خیلی زیاد باشه واقعا نمیتونه. و الان حداکثر 2 صفحه، حداقل 2 صفحه دیگه میشه. پس به این شکل هم شما میتونید اسکیل رو هم تنظیم بکنید. گزینه های دیگه تب پیج لایت هم قبلا توضیح دادن، رایت تو لفت. اینجا هم که ویوه که میتونیم بگیم که چه دیده بشن یا نشن، مثلا گرید لاین دیده بشن یا نشن. اینا که توی حالت پرینت رو بگیم دیده میشه یا نمیشه. دقیقا توی پرینت گرید لاین ها دیده بشن یا نشن باش. پس به این شکل این گزینه ها رو هم با هم دیگه بررسی کرد.